سلام و عرض احترام من مهدی آقا زمانی رو بپذیرید هر کجا که هستید در شرق و غرب این جهان پهناور، خصوصا اگر در سرزمین مادریمون ایران سرافراز زندگی میکنید و البته این برنامه زمان انتخاب رو برای تماشا انتخاب کردید. در حالی در ایران آغاز ساعت‌های نخستین روز جمعه اتفاق میفته که در ایالات متحده آمریکا با فرو نشستن غروب پنجشنبه دو رأی قضایی جدی و مهم در باره دارایی‌های ملت ایران رخ می‌نماید. یکی مصادره برج منهتن، برج خیابان پنجم منهتن در نیویورک، برجی که سالها پیش از این محمد رضا پهلوی پادشاه فقید ایران زمین اون رو برای ایرانی ها خرید و بعدها بنیاد پهلوی اون رو تملک کرد و سپس بنیاد علوی بعد از انقلاب از اون در راستای اهداف سیاسی رژیم تهران بعد از انقلاب از اون استفاده کرد و حالا بر اساس رأی هیئت منصفه دادگاه که همین امروز پنج شنبه به وقت محلی در ایالات متحده آمریکا تشکیل دادگاه داده بود، در نهایت پس از کش و قوس‌های زیاد مصادره شد و دیگری رأی و نظر دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، عالی ترین مرجع قضایی این کشور، که حالا اظهار نظر کرده و گفته پرونده مصادره لوح‌های گلی دانشگاه شیکاگو بخشی از کارکرد روزانه و لوح‌نوشته‌های روزانه گلین که از هخامنشیان به جای مانده و سالهاست در دانشگاه شیکاگو نگهداری میشه، بایستی که و در یک پرونده پرکشاکش قضایی از سال 1997 تا اکنون درگیر پرونده قضایی است، در این دادگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا احتمالاً به عنوان غرامت به قربانیان تروریسم دولتی، حمایت دولتی جمهوری اسلامی از تروریسم در اختیار قربانیان حملات تروریستی نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی در خاک اسرائیل یا در دیگر نقاط دنیا پرداخت بشه. با این حال رهبران تهران بیشتر از قبل بر مبنای رفتارهای پرخاشجویانه خود در منطقه پا می فشارند و حالا نشانگر این هستند که اهداف مورد تایید برای آزمایش‌های موشکی از ستاره ششپر داوود، نماد مورد احترام یهودی‌ها، و ستاره روی پرچم اسرائیل استفاده شده تا سیبل برخورد موشک در مانورهای موشکی تهران بشه. دستاندازی مقامات و کارکنان سیاسی دستگاه‌های دولتی در ایران بر بسیاری از منافع اقتصادی و اجتماعی عرصه را برای بسیاری از ایرانی‌ها تنگ کرده و در حالی که افزایش آمار از گسترش ضریب نفوذ اعتیاد در شهرهای بزرگ و کلان شهرهای ایرانی به عنوان زنگ خطری جدی هفته پیش مطرح شد، حالا مشخصاً و معیناً از کاهش سرانه بهداشت در ایران سخن به میان میاد. از سوی دیگر با لغو برگزاری مراسم سالگرد احمد عباس کیارستمی، فرزند او بهمن کیارستمی، در اطلاعیه اعلام کرده که متاسفانه مقامات قضایی و دولتی در جمهوری اسلامی حتی از مرده عباس کیارستمی هم هراس دارند و بی تردید این هراس نه از عباس کیارستمی یا جنازه‌ای در خاک خفته است که از اندیشه‌ای پویاست که می‌کوشد تا در دنیای هستی حرف‌های بیشتری برای گفتگو برمقام بیاورد. همزمان با اعلام کاندیدایستوری و دعوت 9 بازیگر، هنرمند، فیلمساز، تدوینگر و کارگردان ایرانی، خصوصا 3 زن سرشناس عرصه بازیگری یعنی لیلا حاتمی، گلشیفته فراهانی و نازنین بنیادی به آکادمی اسکار برای عضویت در مهمترین هیئت انتخاب جوایز سینمایی در جهان یعنی جایزه اسکار 2018، حالا صحبت از بگیر و ببندهای جدی در عرصه فرهنگ داخلی بیشتر از قبل نکات مثبت و البته مقفول مانده سینما ایران رو به رخ جهانیان کشیده. با این حال آیا به راستی توازنی بین فرهنگ، پیشینه، قدمت و داشته های معنوی ایرانیان با آنچه روند سیاسی و حکومت فعلی در ایران هست وجود داره؟ آیا به راستی مقامات در قدرت در تهران حافظ منافع ملی هستند یا گزک به دست کسانی می‌دهند که دوست دارند منابع و منافع ایرانی رو نابود کنند و خود پیشگام در این راه؟ بیشتر و بهتر از رویدادهای هفته گرفته تا وقایع مهم امروز، خصوصا در نیویورک، با دوستان و همراهان این برنامه آقایان
حسن دایی که از ایالت کانتیکت و جناب آقای دکتر سیامک شجاعی که از نیویورک همراه ما خواهند بود، با شما خواهیم بود تا با بررسی همه جانبه ابعاد اتفاقات این هفته رو بیشتر و بهتر مورد توجه قرار بدیم. اجازه بدید در همین ابتدای برنامه هم سلام و عرض احترامی داشته باشم خدمت بینندگانی که از طریق فیسبوک لایو این برنامه را همراهی می‌کنند، که علاوه بر رسانه افق، شبکه اجتماعی، شبکه تلویزیونی اندیشه، همچنین از طریق فیسبوک خصوصی حقیر احتمالاً دیگر مهمانان هم مورد ارائه برای شما عزیزان هست و امیدوارم از اون لذت ببرید و ما رو هم از طریق سوالاتتون در این برنامه همراهی کنید. اما مستقیم به نیویورک بریم. آقای دکتر شجاعی سلام، عرض احترام، خوش آمدید. آقا زبانی، منم خدمت شما و آقای دایی و همینطور همکارانتون در اتاق فرمان سلام عرض میکنم و سپاسگزارم که فرصتی داده شده که من برای اولین بار در کنار آقای دایی از طریق امواج تلویزیونی در خدمت هممیهنانم باشم، به خصوص اینکه آقای دایی حدود 10 سال پیش وقتی که یک عقربی به ما نیش می‌زد، این آقای تریتوپارسی، من اون زمان رئیس دانشکده بازرگانی دانشگاه سنترال کنتیکت بودم و تازه اتفاقا کارم رو در اونجا آغاز کرده بودم و 7 سال بعدم اونجا موندم، این اومده بود اونجا یه صحبتی بکنه و تبلیغ میکرد به نفع جمهوری اسلامی و من به عنوان یک فرد عام، نه به عنوان رئیس دانشکده، سوالاتی از او کردم که مورد پسندش واقع نشد و بعد کارو به تومار نویسی و یه موز از این اراذل و اوباش دانشگاهی فوتوکرواتی هم نامه ها رو امضا کردن فرستادن به رئیس دانشگاه، حتی بعد از اون به گاورنر کانتیکت. من اون موقع در کانتیکت زندگی میکردم، اونجا کار میکردم، به جایی نرسید چون به هر حال امریکا قانون داره، قوانین داره، خب و این مفتیا نیست. به هر حال من واقعا خوشحالم که آقای دایی به عنوان یک فرد خیلی خیلی مستحکم آمد و حمایت کرد و واقعا یه قوتی بود، نیرویی بود و من سپاسگزارم و خوشحالم که الان امشب در کنار ایشون در خدمت هممیهنانم به اتفاق شما ما هم به کانتیکت میریم. سلام عرض می‌کنیم خدمت آقای دایی. آقای دایی، ما نمی‌دونستیم شما در کشیدن نیش عقرب هم تخصص دارین، نگفته بودیم. سلام دارم خدمتتون، سلام دارم خدمت آقای دکتر شجاعی عزیز، خوشحالم که در خدمتشون هستم. ارادت من به ایشون به سالیان سال قبل برمیگرده و خوشحالم واقعا امشب که استفاده میکنیم از حضورشون و سلام دارم به همه بینندگان عزیز. بسیار عالی. اگه اجازه بفرمایید ما با شما برگردیم نیویورک خدمت آقای دکتر. آقای دکتر شجاعی، چند تا خیابون اونورتر از دانشگاه شما یه برج ایرانی امروز بالاخره در محاق مصادره افتاد. داستان چه بود و چه شد که برج خیابان پنجم، شماره 650 خیابان پنجم، بالاخره در نهایت به نفع دولت ایالات متحده آمریکا مصادره شد؟ مگر ایرانی ها مشخصا بنیاد علوی در این برج چه میکردند؟ جناب آقا زمانی، این برج یا این ساختمان موزم سالها پیش، 38 سال پیش مصادره شد. مصادره شد توسط دشمنان مردم ایران، مصادره شد توسط کسانی که ایرانی نیستند ولی به فارسی صحبت میکنن و مصادره شد برای رسیدن به مقاصدی که دقیقاً بر علیه منافع ملی ایرانه. یک نمونهش رو خدمت شما عرض بکنم. یکی از این دلالان رژیم، فردی که سعی میکرد که یک محبتی بین رژیم جمهوری اسلامی و حکومت امریکا ایجاد بکنه، آقای دکتر اوشنگ امیراحمدی که از اساتید دانشگاه رادکرز در ایالت نیوجرسی هستند، ایشون با این بنیاد از طریق آقای ظریف و غیره ارتباطات بسیاری برقرار کرده بود و از جمله موفق شده بود که وجوهاتی رو برای دانشگاه رادکرز، اون مؤسسه نمیدونم بررسی های خاورمیانه و غیره، دریافت کنه و یا حتی تدریس زبان عربی و فارسی و اینها. و بعد هم که ازش سوال میکردن که جناب دکتر هوشنگ امیراحمدی ارجمند، کاندیدای چندین مرتبه ریاست جمهوری رژیم جمهوری اسلامی، شما آیا از جمهوری اسلامی پولی گرفتید؟ میگم من پول نگرفتم، اینا گرانته،
گرانت به زبان انگلیسی هم میگن. شما ببینید این بنیاد و این ساختمان و این امکانات مالی که زمانی محمد رضا شاه پهلوی ایجاد کرد که شاید یک پل ارتباطی برقرار بکنه، حالا من نمیدونم در ذهنش چی بود، مقصودش چی بود، وام میداد و کمک هزینه میداد به دانشجویان ایرانی که میومدن اینجا تحصیل بکنن. احتمالاً هم از بعضی از اونها خواسته میشد که مثلا نمیدونم همکار ساواک باشن، همکار نمیدونم دستگاه امنیتی رژیم باشن، امکان داشت بسیاری از اونها پارتی داشته باشن، ولی بیشتر اونها به سمت کسانی میرفتن که توانایی مالی نداشتن و میخواستن از توانایی مالی بنیاد استفاده بکنن. به هر حال ولی قرار بر این بود که تمام درآمدهای این بنیاد پهلوی صرف امور خیریه، آموزش و پرورش و شناخت فرهنگ ایران به خارجی‌ها بشه. درست. جمهوری اسلامی اون رو مصادره کرد، در اختیار افرادی مثل آقای هوشنگ امیراحمدی قرار داد. آقای دایی خیلی یک محقق مطبوعاتی هستند و ایشون من می‌دونم که می‌تونن آمار دقیق وجوهاتی رو که اینها به افراد مختلف از تگزاس و از سندیاگو و جاهای دیگه هست رو بدن. من اونا رو درست دقیقا نمیتونم خدمتون رو کنم، اما این مصادره شد و وقتی که این مصادره شد دولت امریکا هم نشست کنار رو نگار کرد و نظارگر بود تا اونجایی که اینها کاراشون رسید به اینکه از این دسیسه های امنیتی و رخنگری های جاسوسگری و اینها استفاده بکنن و اونجا به هر حال دولت امریکا وارد شده و مصادره کرده و ای کاش که به نفع مردم ایران مصادره میکرد، نه برای پرداخت غرامت به قربانیان رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی. و من مطمئن هستم که روزی جناب آقا زمانی در دادگاه‌های بین المللی مردم ایران اگر حکومتی مردمی و ملی داشته باشن موفق میشن که این وجوهات رو برگردونن و غرامت داده شده از یک جاهای دیگری تامین بشه. بی نهایت سپاسگزارم. آقای دایی، بنیاد علوی اساساً چه کاری در ایالات متحده آمریکا میکنه؟ من مراجعه کردم به وبسایتشون، اونچه که در وبسایت بنیاد علوی شما نگاه میکنه بیشتر تمرکز روی بازآفرینی شعائر اسلامی و نمیدونم فرهنگ دینی و مذهبی و اینجور چیزها داره. اساساً آیا بنیاد علوی جایگزین شایسته‌ای برای بنیاد پهلوی بوده و عملاً در این برج چه اتفاقی مشخصاً افتاده که حالا میشه اون رو مصادره کرد؟ بله، عرض کنم که همطور که آقای دکتر شجاعی فرمودن، بنیاد علوی واقعش اینه که برخلاف هدف اولیه که بنیاد پهلوی داشت، اهدافی که به کار برد دقیقا ماهیت جمهوری اسلامیه. یعنی بنیاد پهلوی وقتی در دهه 50 ایرانی یا 70 میلادی تأسیس شد، بیشتر هدفش کارهای فرهنگی بود، معرفی ایران، فرهنگ ایران و کمک به دانشجویان هم بوده، یه مقداری هم بوده. ولی بنیاد علوی وقتی که این مصادره شده اومد دست جمهوری اسلامی، اسم بنیاد علوی که روش گذاشتن، آن چه که مشخص بود، یعنی تنها چیزی که میشد ازش برداشت کرد این بود که سالانه گزارش مالی که میداد این بنیاد، میشد از اون یه درکی به دست آورد که مثلا چه کارا میکنه، ولی خیلی مشخص نبود. یا اینکه اگه یه جا افتضاحی به وجود اومد، یه مسئله قانونی به وجود اومد، رو میشد که این چه کارا کرد. ولی به طور کلی این بود که این بنیاد علوی که هست، این صاحب یک ساختمون، مهمترین سرمایه‌اش ساختمونی که در خیابان پنجم فکر کنم 36 طبقه است، خیابان پنجم نیویورک، جای خیلی خوبه، حداقل 500 میلیون دلار ارزششه، بیشتر از اینا بوده، ولی خب چون کهنه شده و اینها یه مقدار قیمتش اومده پایین نسبت به 2008 که این رو دولت آمریکا مصادره کرد یا توقیفش کرد، به هر صورت اومده پایین. بعد مستغلات دیگری هم داره، مثلا مرکز اسلامی هوستون، مرکز اسلامی واشنگتن، تو پوتومک، تو مریلند، نمیدونم تو کالیفرنیا چند تا مسجد، همه زمین های اینها که خیلی ارزش داره، همه اینها مال بنیاده. بنیاد علوی 60 درصدش مال خودش، 40 درصدش هم مال بانک ملی ایرانی که شعبه زده به نام آسا، یعنی بخش خارجیش. چرا؟ چون یه وام بزرگی داد به بنیاد علوی برای خرید و بعد برای نوسازی به اصطلاح این ساختمان پنجم نیویورک، برای من 40 درصد شریک. این کل قضیه است، اما واقعش مشخص نیست. حالا چیکار می‌کرده؟ طبق به اصطلاح بیلان مالی که بوده،
به مساجد و مدارس اسلامی اینها بیشتر میداده، به آدم های طرفدار جمهوری اسلامی بودن گاه گاه پول میداده. یه نمونه شو آقای دکتر اشرف کردن، امیر احمدی بود در دانشگاه رادگیز بوده، یه سری ببینید جمهوری اسلامی یه شبکه، در حقیقت دو تا شبکه داره، یه شبکه مساجد و مدارس اسلامی ایرانی داره که یعنی آدم های خودش اداره میکنن، یکی هم غیر ایرانی ها هستن که جمهوری اسلامی نفوذ داره، یه باز هم در اونهاش اون هم شبکه خودش حساب میشه ولی غیر ایرانی هم. توی ایرانی ها مهمترینش همون هوستون و مریلند و چند تا مسجد دیگه است که همش نیویورک، مسجد اسلامی نیویورک، یه مدرسه هم داره به نام مدرسه رازی، همه اینا پولشه. حالا با این حکمی که صادر شده احتمالا میگیرن. ببینید این یه مسئله است که حالا گرفته شده. من یه مثلا بدم، ما نمیدونیم واقعا چه پولایی داده، سالی حدود 5 تا 7 میلیون دلار درآمد داشته که اینو خرج میکرده. یعنی شما الان حساب بکنید که چند صد میلیون دلار تو این سالها این خرج کرده. این نکته اول. یه مثالش که من یادمه که از نزدیک ما در دلیلان دادگاهی که با تیرتاپارسی بود بررفتیم، این بود که در سال 2007 ما توی تقویم تلفن تیرتاپارسی دیدیم که رفته بود دیدار کرده بود دانشگاه کلمبیا و بعد رفته بود با رئیس دفتر، با رئیس نمایندگی یعنی قضایی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل تو نیویورک ملاقات کرده بود در ماه سپتامبر قبل از اومدن احمدی نژاد در سال 2007. اول رفته بود کلمبیا، اونجا ملاقاتش کرده بود، فردا صبحش رفته بود دیدن قضایی. و بنیاد علوی هم که قضایی تعیین میکرد، یعنی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل تعیین میکرد که بنیاد علوی به کی پول بده، 100 هزار دلار به کلمبیا، دانشگاه کلمبیا داده بود. یعنی همه اینها قبل از آمدن احمد نژاد بود که این برای ما جالب بود. متاسفانه چون در جریان دادگاه توقیف شده بود و اینها یه پرونده قضایی بود بنیاد علوی، ما نتونستیم بیشتر از این بریم که ببینیم پشت قضیه چی بوده، ولی همین کاملا مشخص بود از زمانبندی رفت آمدها و پرداخت پول که برای آمدن احمدی نژاد سخنرانیش در دانشگاه کلمبیا، تیرتاپارسی و بنیاد علوی و خزایی به اصطلاح رئیس سفیر در سازمان ملل، همه اینها نقش داشتن و همون سخنرانی معروف که در دانشگاه کلمبیا، دانشگاه کلمبیا همون بخشیش که به سیپا هست که دعوت کرده احمد نژاد، همین گریسی که یعنی همکار هوشنگ امیر احمدیه، اینها بودن که دعوتش کردن که البته خیلی خیلی هم برشون آبروریزی شد. خیلی میشه مطلب گفت که حالا من کوتاه میکنم در قسمت های بعدی. آقای دکتر شجاعی، به هر حال خیابان پنجم نیویورک خیابان پر سر و صدا است، برج ترامپ در اون قرار داره، همین برج ایرانی در اون قرار داره و بسیاری از مهمترین و معتبرترین شرکت ها و مؤسسات بین المللی هدکوارترشون، دفتر مرکزیشون در همین منطقه منهتن هست که قلب اقتصاد و امروز به نوعی سیاست دنیا هم داره در همین خیابان پنجم میتپد، جایی که در حقیقت این اتفاقات به همدیگه تنیده شده. اگر بخوایم یه ارزش گذاری بکنیم روی این ملک به تازگی توقیف شده، آقای دایی فرمودن چیزی در حدود 500 میلیون دلار ارزش این برج 36 طبقه است، از لحاظ کارکرد و تأثیری که داره و از لحاظ قیمت اسمی که میشه روی این ملک گذاشت، شما چه برایندی دارید در مورد این ساختمانی که شاید تقریبا هر روزم از مقابل اون رد میشید دیگه؟ حداقل قیمت امروز دارایی های این ساختمان یا این بنیاد بالای 1 میلیارد دلار باشه. اما فقط مسئله قیمت روز این بنیاد مطرح نیست. مسئله اینجاست که اگر در طی این 38 سال گذشته از این بنیاد یک استفاده مطلوب و صرفه میشد از نظر اقتصادی، چند میلیارد دلار امروز برای مردم ایران ارزش داشت. به طور نمونه خدمتتون عرض کنم، اگر این بنیاد تمام وجوهات خودش رو صرف این میکرد که یک سازمان دانشگاهی غیر انتفاعی در آمریکا تأسیس بکنه و از طریق اینترنت، از طریق آنلاین در همین 7-8 سال گذشته کلاس های دانشگاهی رو در 4 یا 5 رشته مهم و استراتژیک دانشگاهی به طور رایگان در اختیار دانشجویان ایرانی قرار بده که این دانشجویان بتونن مدرک معتبر از ایالات متحده آمریکا، از یک دانشگاهی که در آمریکا به ثبت رسیده
و وجوهاتش هم تأمینه و بودجهش تأمینه بگیرند و ببینید که این چه سرمایه گذاری عظیمی برای مردم ایران و جوانان ایران، دانشجویان ایران بود. چه پل ارتباطی بزرگی بین امکانات دانشگاهی و اکادمیک و علمی در ایران و ایالات متحده امریکا بود. ببینید که با یک سیستم اینترنتی آنلاین، الان میدونید آنلاین رو تحصیل کردن آنلاین، شما میتونید تمام مدرک لیسانستون رو اصلا تو خونتون بنشینید پشت کامپیوتر، تمام اون 122 واحد و اینها رو به طور آنلاین بگیرید. ببینید که این یک از نظر اقتصادی به این میگن که یک سوشال گود، مثلا یک کالای اجتماعی در مقایسه با یک کالای مثلا خصوصی. این شما هر ایرانی، هر مردی، هر زنی در هر سن و سالی در ایران که دسترسی به یک اینترنت باز و آزاد داشت و ممنوعیتی براش وجود نداشت، سرعتش زیاد بود، میتونست از طریق همین دانشگاه بهترین مدارک تحصیلی دنیا رو از ایالات متحده امریکا به دست بیاره و خدمتگزار جامعه خودش و حتی جهان باشه. چه فرصتی اینا سوخ کردن؟ به اعتقاد من چیزی که اینها ضرر زدن بارای 100 میلیارد دلار به ساختمون و به این تجهیزات و به منابع مالیش نگاه نکنید، سرمایه گذاری و بازدهی اون سرمایه گذاری برای ملت ایران بیش از 100 میلیارد دلار در طی 4 سال و برای همه نسل‌های آینده، یعنی یک چیزی که هرگز از بین نمی‌رفت بوده و اینا نابودش کردن، دادن دست دلالاشون، دادن وجوهات تروریستا رو اینجا و اونجا جور کردن. بی‌نهایت ممنونم آقای دکتر شجاعی. آقای دایی، آقای جون اچ کیم، وکیل کره‌ای آمریکایی دولت فدرال ایالات متحده آمریکا در همین دعوا، مشخصا از همون اتهامی که شما هم بهش اشاره کردید، یعنی مشارکت با بانک ملی ایران که مورد تحریم بوده، صحبت میکنه برای اینکه این بنیاد اموالش، به هر حال این برج دست کم از مجموعه اموال این بنیاد مورد مصادره قرار بگیره. مشخصا سوالم اینجاست که چه اتفاقی در فرایند رابطه بین بنیاد علوی و بانک ملی، مسائل مربوط به دور زدن تحریم ها رخ میده که ابزار و مدارک لازم جهت محکومیت بنیاد علوی در نقض قوانین دولت فدرال ایالات متحده آمریکا رو در اختیار دادستان ها قرار داده؟ ببینید، در رابطه با بنیاد علوی، چون اینا میخواستن از قانونی دولت آمریکا عمل بکنه، دو تا مسئله بود. مسئله این بود که اولا قبل از اون یه نکته که باید سوای بنیاد علوی بحث بکنیم که خیلی هم مهمه، و اون اینه که طبق قانونی که در سال 2012 کنگره گذرون، شهروندان آمریکایی میتونن که قربانی تروریسم جمهوری اسلامی بودن یا یکی از اعضای خانوادهشون، شکایت بکنن و خسارت بگیرن از جمهوری اسلامی. خب حالا بر اساس این، در سال 2003 به اصطلاح شاکیان قربانیان تروریستی 1983 لبنان، عملیات تروریستی جمهوری اسلامی توسط حزب الله، اینا یه گروهی تشکیل دادن. دادگاه در سال 2003 جمهوری اسلامی رو مؤسس شناخت و بعد دادگاه بعدی فکر کنم در سال 2008 بود که اومد گفتش که میتونید شما خسارت هم بگیرید از جمهوری اسلامی، و چون نمیتونستن طبق قوانین آمریکا شهروندان آمریکایی بیان از دولت خارجی شکایت بکنن، قرامت بگیرن، در سال 2012 کنگره مسئله رو حل کرد، یه قانونی گذارون که میتونن، و دیوان عالی کشور هم بعد از شکایت جمهوری اسلامی تایید کرد، گفت نخیر میتونید. خب این اینو داشته باشید، در این چارچوب بنابراین معنا میده که حالا میخوان جمهوری اسلامی بنیاد علوی رو بگیرن، به کی بدن. دومش اینه که جمهوری اسلامی بالاخره 40% این سهام، این میگه آقا من پولایی که اینجا در میارم بنیاد علوی ربطی به جمهوری اسلامی نداره، یک. دوم، اون 40% هم که مال سهام بانک ملی بوده رو همین شرکت آسا که مثلا ربطی به بانک ملی نداره تو لندنه، ما پولش رو میدیم، بنابراین هیچ رابطه ما به جمهوری اسلامی نداره. داستان این شد که یکی از مدیران بنیاد علوی رو در سال 2008 که به اصطلاح بهشون میاد FBI بهشون میگه آقا هیچ سند و مدرک اختیار میکنم، معمولا وقتی یه نفر ساپینا میکنن یا درخواست مدرک میکنن و تحت بازرسی بازپرسی قرار میدن، مثلا بهش میگن، حکم میکنن که شما حق نداری هیچ مدرک و سند یا دور بندازی. مثلا ما خودم دادگاه رفتیم، هم روز اول هم به ما هم به طرف مقابل
گفتن که هیچی حتی تو کامپیوترامو نباید پاک کنید، همه رو باید رزرو بکنید، خیلی مهم. این آقا که میره تشریف برای خونه، فکر اون جمهوری اسلامی رفته بود خونه، تمام مدارک و اسناد مربوط به بنیاد علوی کرده بود تو کیسه زباله که ببره توی زباله دونیه مثلا چند تا محله اون طرف سر بندازه. اف بی آی گرفتش، دستگیرش کرد و بعد از اون مشخص شد که اولا صورت جلساتی که بنیاد علوی داشته، تصمیم گیری ها، همش تصمیم گیری ها رو سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل میکرده. این خودش نشون میده که رابطه داشته. دوم معلوم شد که اون پول آثار هم که میدادن، پولا میرفته ایران، یعنی ما ایران بوده، همه اینا دکون بوده. خب ما که میدونیم، ولی نظر قانونی ثابت شد. وقتی این ثابت شد، خب میشه نقض تحریم‌های مالی، چون نمیتونید مراوده بکنید اینجا جنس، اینجا درآمد داشته باشی بفرستی بدی به دولت جمهوری اسلامی. بنابراین از دو طریق، یکی اینکه خود تصمیم گیری های بنیاد علوی که اینجا بوده با نظر جمهوری اسلامی بوده، و دومی که اون 40% مربوط هم میرفته به دولت ایران، یعنی بانک ملی، اونم بانک ملی هم تحت تحریم بوده. به این دو دلیل حکمی هم که امروز دادگاه داد اینو تایید کرد که بله، بنیاد علوی از طریق بانک ملی به دولت ایران وصل بوده، از اون طریق هم به دولت ایران وصل بوده، بنابراین میشه مصادره بکنه. این کل داستان بود که از نظر قضایی. حالا میرسیم به اون بخش بعدی که بعدا توضیح میدم، بخش بعدی و اون قربانیانی که میتونن این پول رو الان بگیرن. حالا میشه 1 میلیارد، میشه 800 میلیون، دقیقا من نمیدونم. دیدم تو روزنامه قیمت روز رو، قیمت فقط ساختمون 500 میلیون گفتن، در حالی که من میدونم برای هوستون مثلا، برای هوستون و مریلند و مسجد مناساس و اونایی که توی به اصطلاح کالیفرنیا بوده، اون موقع که برای خرید و بازسازی نوسازی اینا بوده، میلیون ها دلار خرج کردن، برای اونها کلی ارزش داره. بسیار ممنونم آقای دایی، بهتون برمیگردم. آقای دکتر شجاعی، به هر حال یک گروهی از کنشگران ایرانی که حالا یا به مستقیم یا غیر مستقیم از سیاست های دولت اسلامی در تهران حمایت میکنن، اینجا لابی میکردن، فعالیت میکردن، از همین منابع درآمدی کمک و حمایت دریافت میکردن برای پیشبرد اهدافشون. آیا فکر میکنید مصادره یکی از مهمترین و پولسازترین دارایی هایی که غیر مستقیم در راستای منافع جمهوری اسلامی در آمریکا هزینه کرد داشته، میتونه آسیب بزنه به چرخه فعالیت لابی های رژیم، چه لابی های شناخته شده چه لابی های غیر شناخته شده در ایالات متحده آمریکا؟ خب البته وقتی که این منابع قطع بشه و این منابع مالی رو از طریق بنیاد علوی نداشته باشن، مسلماً به فعالیت هاشون لطمه میزنه. اما جمهوری اسلامی 1001 راه دیگر برای دزدیدن پول نفت و گاز مردم ایران و رسوندن به دست دلالان و عواملش و مزدورانش در خارج از کشور داره. شرکت‌های مصنوعی الکی تصنعی که ایجاد کردن، بازرگانان و نمیدونم بنیادهای مختلفی که اینجا و اونجا ایجاد کردن، به هر صورت از اون زمانی که بنیاد علوی مرکز ثقل کمک‌رسانی به این نیروها بود بسیار گذشته و جمهوری اسلامی راه‌های دیگری رو هم پیدا کرده. و مسلماً البته مقامات آمریکایی اگر واقعا جدی باشن، اونها رو هم سعی می‌کنن که جلوگیری بکنن، پیشگیری بکنن. ولی اونچه که مسلمه، افرادی که از این بنیاد به هر شکلی پولی گرفتن، کمکی گرفتن، شناسایی شدن و اینها مجبور هستن که چهره‌های جدیدتری رو به صحنه بفرستن، به اسامی مختلف، شرکت‌های مختلف و مؤسسات مختلف. شما ببینید آقای آزمونی، حتی مأموران و کسانی که برای جمهوری اسلامی از نظر سیاسی هم در خارج از کشور میآیند و وارد صحنه میشن تا به هر شکلی که شده جمهوری اسلامی رو حفظ کنن، علیه مبارزان واقعی فعالیت بکنن، بعد از مدتی کهنه میشن، چهرهشون شناخته میشه، دیگه مورد مصرف نشون میگذره، از بین میره، قابل مصرف نیستن. مثلا آقای اکبر گنجی دیگه الان مصرفی نداره، شاید مثلا 10 سال، 5 سال، 8 سال پیش میشد ازش استفاده کنن. یه چهره های جدیدتری رو میفرستن با نام های جدیدتر، به شکل دیگری. رژیم تا زمانی که منابع ملی ایران در اختیارشه، به راحتی را رسمش هم یاد گرفته. وقتی در امریکا میگن که شما با 500 هزار دلار سرمایه گذاری یا 1 میلیون دلار سرمایه گذاری میتونید گرین کارت بگیرید، برگ اقامت بگیرید، بیاید اینجا بمونید و مثلا مدرک خاصی رو بیارید، آیا
از رژیم جمهوری اسلامی هیچ حکومت دیگری رو حائز شرایط تر از این میبینید که هم امکانات مالی فراهم بکنه و هم مدارک قلابی؟ یکی از این مسئولان امریکایی روزی من باش صحبت میکردم میگفت از این ایرانی ها اگر شما قواله سند مالکیت کاخ سفید هم بخواید براتون با سند رسمی نمیدونم یک مترجم رسمی در تهران میارن و تحویلتون. بنابراین نه من نمیشه ما خوشحال بشیم سوق زده بشیم الان که چون این بنیاد مصادره کردن دیگه الان بازوهای فاشیستی و تروریستی و مخفی اونها در ایالات متحده امریکا و در اروپا نه و حتی در امریکای جنوبی امریکای لاتین قطع شده، اینها از این طریق اونجا هم منابع میفرستادن. نه خیر، امکاناتشون برقراره ولی اینها تلاش مذبوحانه است و مردم ایران موفق خواهند شد که قطع کنن همین. بی‌نهایت ممنونم. به آقای دایی بگیریم. آقای دایی، 2 میلیارد دلار همین اخیراً مصادره شد و بعدش بلافاصله این بنیاد و اموال و دارایی‌های اون، این اشاره کردین این پول‌ها قرار هست به قربانیان پرداخت شه. مشخصاً می‌خوام 2 سوال بپرسم. یکی این که آیا پرداخت این پول به قربانی‌ها دست لابی‌های رژیم رو بسته‌تر می‌کنه یا شما موافق نظر آقای دکتر شجاعی هستید که بالاخره هزار توی این هزار فامیل بیشتر از این حرفا راه فرار داره و پولای دیگه میرسه، و دومی که همونجوری که خودتون فرمودید دقیقاً اون 2 میلیارد دلار به که ها رسید، این 501 میلیارد دلاری که اینجا هست به کی میرسه؟ ببینید، بنیاد علوی خب این شبکه مدارس و مراکز اسلامی اینها رو بیشتر داشت و از اونجایی که واقعا خب تحت نظر بوده اینا دستش یه مقداری در خیلی از زمینه‌ها بسته بود. ما وقتی صحبت در لابی جمهوری اسلامی میکنیم، لابی جمهوری اسلامی فقط نایاک و نمیدونم هوشنگ امیرحمدی که نیست، واقعا مجموعی از گروه ها و صاحبان منافع که اینا رابطه خوب با جمهوری اسلامی و داد و ستد برایشون نفع داره، کلی هم خرج میکنن و واقعا شبکه های مختلفه و دنبال این رفتن هم باید بشه، باید انجام بشه، بروش کار بشه. یه مثالش که من اون بار گفتم خدمتتون که یه سال 2008 بود، 2010 یه آقایی به نام علاقبند که یکی از ثروتمندان بزرگ ایرانیه که در لندن زندگی میکنه، خانواده علاقبند در ایران در زمان قبل از انقلاب سلطان پنبه بودن، اینا خیلی تجار معروفی بودن، بعد از انقلاب رفتن در لندن تو کار آهن و فولاد و اینا، خیلی وضعشون خوب شد، بعد در زمان رفسنجانی هم برگشتن کلی کارخونه گرفتن بهشون مفت دادن، خیلی پول در آوردن. این در سال 2010 دولت آمریکا خزانه داری اینها رو گرفت، یعنی مچشون رو گرفت، سه تا هواپیما یونایتد ایرلاین رو دست دوم رو خریده بودن مخفیانه فرستاده بودن ایران به شرکت ماهان، کلا 20 میلیون دلار فکر کنم حدودا جریمه داد شرکت بالی، یعنی همین برادران علاقمند اسم شرکت بالی بود که به اصطلاح خلاص بشه از این ماجرا. حالا چرا این رو دارم میگم خدمتتون، ببینید چجوری کمک میکنم به لابی جمهوری اسلامی. در جریان دادگاهی که ما با تیتو پاسی داشتیم، ما دیدیم که ما دنبال این بودیم که از کجا پول میاد. دیدیم یه بنیادی هست در کالیفرنیا 50,000 دلار به این نایاک داده، بعد نگاه کردیم توی به اصطلاح اسناد پارسا، دیدیم که همون حدودا 50,000 دلار هم علاقمند داده به بنیاد پارسا. ما گفتیم حتما این رابطه هست، به خصوص که ما در آورده بودیم که در ایران همکاران تیتو پارسی با برادران علاقمند همکاری میکردن، گفتیم حتما بین اون 50,000 دلاری که آقا داده با 50,000 دلار یه رابطه هست. موقعی که ما این ساپینا کردیم، یعنی درخواست اسناد کردیم از این بنیاد پارسا، سر ایمیلایی که با علاقمند داشت یه چیزی جالبی دیدیم. دیدیم که علاقمند به مسئول همین بنیاد پارسا که بنیاد پارسا تعطیل شد، ولی رئیس بنیاد پارسا هنوز یکی از کسایی که بیشترین پول رو داره به تیتو پارسی رو نایاک میده. عرض کنم که این منتدی تو ایمیلا آقای علاقمند بعد از بزرگ وحید نامه نوشته به مسئول بنیاد پارسا که ما میخوام 900,000 دلار پول بی زبون بدیم به مؤسسه بروکینگز. مؤسسه بروکینگز همون سالی که این ایمیل ها بود، موقعی بود که خانم سوزان مالونی که خیلی به نفع جمهوری اسلامی تبلیغات میکرد
اومده بود فعالیت خودش تو بروکلین شروع کرد. آقای علاقمند به بنیاد پارسا گفته بود که من نمیخوام پول خودم مستقیم بدم. میخوام پول بدم به شما که بنیاد فرهنگی، بنیاد فرهنگی شما پول بدین به بروکلین. اون خانم گفت میشه، ما مثلا نمیدونم 7000 دلار چقدر ازش کم میکنیم و میدیم. یعنی میخوام بگم رد پیدا کردن رد پول، حالا شما فکر کنید برای اینکه چی؟ که خانم سوزان مالونی یا هر کسی دیگه 6 تا کنفرانس بذاره به نفع رابطه خوب با جمهوری اسلامی. اصلا ببینید تمام این خرج اینا رو همین بیزینس ها میدن، بیزینس ها. یه مثال دیگه من امروز میدیدم برای یه کار دیگه نگاه کردم تو ایمیل های سابق تیتا پاسی، دیدم سال 2007 که قرار بود سپاه پاسداران بره تو لیست تروریستی و اینا، یه آقایی به نام سیمون وبر، این آقا رئیس لابی کمپانی های بزرگ اروپایی که در آمریکا هم شعبه دارن، مثل بریتیش پترولیوم، بی ام دبلیو، مرسدس، کمپانی های گردن کلوف، خودش میدونه چه قدرتی دارن، رئیس لابی شون. با مسئول نایاک داشتن صحبت ایمیل بازی که آقا این تکلیف خیلی نگران این بودن که نکنه سپاه بره در لیست تروریستی. بعد به نایاک میگه که اون آقای وبر میگه که چند وقت شما تو کنگره جلسه نداشتید؟ من فکر کنم الان موقعی که شما یکم کار ادوکیشنال بکنید، یعنی کار آموزشی به در کنگره بکنید، یعنی چیکار کنید؟ به جلسه بذارید. منظور من چیه؟ این بیزینس های پولا رو میدن. بنیاد علوی که خب تحت ذره‌بینه، نمیتونه اینا رو کنترل بکنه. این بیزینس ها خرج این لابی رو میدن. در مورد سوال آخرتون که اون 2 میلیون دلار گفتی، قسمت بعدی میگم که طولانی نشه. چشم. بس میگذاریم قسمت بعدی برمیگردیم به شما میپرسیم. آقای دکتر شجاعی، مشخصا یک حلقه ای از کنشگران رسانه‌ای در نیویورک هستند، از علاقمندان به اصلاح طلبان بیشتر، که به حلقه نیویورکی ها هم در ادبیات حالا شوخ طبعانه بیشتر بگیم معروف شدن این چند وقته. خیلی هم فعال بودن، به فارسی و انگلیسی در رسانه های مختلف مطلب نوشتن. آیا اونها هم از این چرخه انتفاعی می بردن؟ اونها هم زیر ذره‌بین هستند، گروه هایی که مقالاتی رو مرتبا در روزنامه نیویورک تایمز خصوصا منتشر می کردن به نفع جمهوری اسلامی در سالهای گذشته؟ جناب آقا زمانی، البته بدون داشتن مدرک و سند که نشون بده مثلا کسی از جایی پولی گرفته یا منابعی رو تضمین شده، اون چه که آقای دایی انجام دادن، یعنی با استناد به اون دیسکاوری، با اون مدارکی که به خاطر دادگاهی که داشتن به دست آوردن، نمیشه در این مورد اظهار نظر کرد. من نمیدونم، ما نمیتونیم واقعا، شاید یک زمانی وقتی حکومت عوض بشه ما بتونیم اسناد و مدارکی به دست بیاریم که این ارتباطات در مورد فرد افراد یا شرکت ها یا بیزینس ها مشخص بشه. اما اون چیزی که ما میتونیم در موردش قضاوت بکنیم اینه که کسانی که قلم فرسایی میکنن، مصاحبه میکنن در مجلات و روزنامه ها و در رسانه های فارسی زبان خارجی و داخلی و غیره هستن، اینها در مشی جمهوری اسلامی هستن، به ضرر مردم ایران یا به نفع مردم ایران هستن. و خیلی ساده اینو میشه ارزیابی کرد و من به صراحت خدمتتون میتونم عرض کنم هر کسی که به نفع نمیدونم گروه راست و چپ و اصلاح طلب و وسط و میانه جمهوری اسلامی چیزی بنویسه، تبلیغی بکنه در صدای آمریکا، در بی بی سی، در نیویورک تایمز، هر جای دیگه، عملا ممکنه که نوکر بی جیر مواجب جمهوری اسلامی باشه بدون اینکه خودش هم متوجه باشه. من یک مثالی رو خدمتتون عرض بکنم. چند وقت پیش در همین دانشگاهی که من مسئولیت قسمت مدیریت بازرگانیش رو دارم، دانشگاه معظمی است، دانشگاه ایالتی است، 11000 دانشجو داریم، قسمت من هزاران دانشجو، یک فرد ایرانی بسیار متشخص، خوشلباس، خوشزبانی زنگ زد که من میخوام بیام و تقاضای راهنمایی میکرد، میخواست راهنماییش کنم که چطور برای 2 تن از فرزندان دوستانش در ایران بتونه ویزای تحصیلی بگیره و پذیرش بگیره و بیان در امریکا تحصیل بکنه. من راهنماییش کردم و اینها و خیلی هم خوشحال شدم. البته به خاطر اینکه حائز شرایط نبودن، مدارکشون هم به من نشون داد، من خیلی شرمنده شدم، نتونستم خودم شخصا کمکی بکنم، فقط راهنمایی فکری کردم که چطور اینها میتونن حائز شرایط بشن. در پایان گفتگوی ما در کنفرانس روم من، در اتاق من، ایشون به من پیشنهاد همکاری برای مشاوره داد و گفت شما آقای دکتر شجاعی بیا با هم دیگه مشاوره کنیم. گفتم در چه زمینه این؟ آخه شما رشتتون چیه؟
گفت اگر شما بخواید من همین الان تلفنمو برمیدارم با آقای زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی زنگ میزنم، همین الان جواب ما رو میده. این ساعت مثلا 11-12 صبح به وقت نیویورک بود. گفتم به چه منظور؟ گفت من با ایشون ارتباط دارم اینطوریه اونطوریه و اینها 250 میلیارد دلار فقط قرارداد میخوان امضا کنن با شرکت‌های آمریکایی و چون شما سال‌ها اینجا بودی نمیدونم آمریکایی‌ها شما رو قبول دارن استادی فلانی، بیا یه راهی پیدا کنیم و ما بریم و یک شرکتی با هم یا درست میکنیم یا شما به شرکت من به عنوان مشاور بپیوند و ما بتونیم که کمک کنیم که این قراردادهای نفت و گازی با آمریکا بسته بشه. این یک نمونهشه که من خودم شخصا شاهدش بودم. یعنی این فرد من نمیدونم واقعا ممکنه یک بیزینسمن باشه، یه فردی است که دنبال پوله. من نمیگم که مثلا از نظر سیاسی آدم فاسدی است، آدمی است که طرفدار اینه یا اونه، ولی به هر حال منافع مالیش ایجاب میکنه که اینجور واسطه‌گری بکنه و اینطور ارتباط مستقیم با آقای زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی داره و میخواد دست بنده رو بذاره دست او و من برم به عنوان دلال با شرکت‌های موزه نفتی آمریکا تماس بگیرم که اینها قرارداد در حد 250 میلیارد دلاری امضا بکنن. اینجور چیز، یعنی لقمه اینقدر چرب و اینقدر نمیدونم گرمه که هر کسی رو ممکنه که به هوس بیاندازه. حالا من دیگه دوستانی که فرمودی در نیویورک تایمز اینا نمیدونم، ممکنه اونها هم به هوس افتاده باشه. الله اعلم، ولی مصداق بارز تایید حرف آقای دایی بود که گفتن که این بیزنس ها هستن که خرج این افراد رو پرداخت میکنن و از همین رهگذار هم متاسفانه آب با آسیاب و حکومت ایران میریزن. آقای دایی برگردیم به قربانیانی که وجود دارن. مشخصا اینکه یه 2 میلیارد دلار مصادره شد، حالا هم این پول قراره به چه کسانی برسه و چه فرقی داره با 2 میلیارد دلاری که همین چندی پیش مورد مصادره قرار گرفت؟ از کنم که ببینید زمان احمد نژاد فکر کنم سال 2008 بود، حالا اینا چه دلیلی چه حسابی اینا آمدون از طریق یه هج فاند فکر کنم یه جا 2 میلیارد حدودا آورده بودن، الان با بهرش میشه 2 میلیارد خورده‌ای سرمایه گذاری بکنن تو آمریکا که بعد از اون قربانیان اومدن در سال 2012 که اون حکم دیوان عالی یعنی کنگره داد اینها مصادره کردن، دست روش گذاشتن قربانیان که ما میخوام بگیریم و بعدم که دیوان عالی تایید کرد که اینا دیگه میتونن تقسیم بکنن. الان تو کشاکشه، یعنی که از سال 2008 2 میلیاردی که جمهوری اسلامی اضافه آورده بود بر اینجا، اموال دیگری هم هست مثل عتیقه و اینا، باید اینا به اون عتیقجات و اینها دست بزنن. ببین نکته مهمش اینه، نکتهش اینه که ادهی که اومدن گروهی از بسیار قربانیان تروریسم جمهوری اسلامی، چون تروریسم جمهوری اسلامی که کم نداره که از آرژانتین شما بگیرید در آمریکای لاتین تا هر جای دیگه دنیا بگیرید بالاخره جمهوری اسلامی تروریست داشته. اینا هم به طور مشخص قربانیان حوادث تروریستی 1983 بودن. چند نفر هم از اون عملیات تروریستی خبار عربستان سال 96 درشون هستن. اینا یه گروه هن. حالا چون عملیات تروریستی جمهوری اسلامی زیاد بوده، احتمال اینکه این تعداد روز روز اضافه بشه هست و همین هم خواهد شد، در این تردید نباید کرد. این یک. دوم نکته قابل تأسفش اینه که ببینید وقتی که این دادگاه، وقتی بنیاد علوی شد، وقتی این داستان 2 میلیارد دلار شد، بالاخره 1.5 میلیون ایرانی دیگه، بالاخره اینا ساب اله هستن یا نه؟ به عنوان آقا به عنوان یه شاکی برم تو قضیه، یه گروه تشکیل بدم مگر آقا ما هم قربانی تروریست، ما هم میخوام شاکی شکایت کنیم. چون شنیدید اصلا هیچ کاری نمیکنن. یعنی تأسف بارترین قسمتش اینه، تأسف بارترین قسمتش اینه که 1.5 میلیون ایرانی که ماشاءالله هم رگای غیرتشون در ناسیونالیسم و وطن پرستی در برخی موارد که دیدم، یه بار دیدم چند وقت پیش بود نتانیاهو یه چیزی گفت که در ایران مثلا نمیتونن جین بپوشن، یا گفت دوست داریم آزاد بشن ایرانی ها جین بپوشن. آقا اصلا به رگ غیرت اینها برخورد و شدور رگای گردن هر کدوم 2 اینچ. خب آخه این پولی که الان مال بنیاد علویه، این 2 میلیارد دلار، شما به عنوان شاکی لاغت برید ببینید پرونده چیه، برید شکایت بکنید بگید آقا ما اومدیم ببینیم پرونده تو چیه، ما هم سابله ایم دیگه، دست مردم ایران که نمیرسه که. ما حالا اینجا هستیم و امکانات هم داریم، یه نفر پاش خیری یه کسی بذاره، دو تا وکیل ایرانی بیان جلو پیشنهاد بذارن بگن آقا ما هم پای قضیه ایم.
خودش میدونه چقدر این قانونی که کنگره گذرونده که قربانیان تروریست میتونن در قربان آمریکایی‌ها، شهروندان آمریکا از دولت‌های خارجی حامی تروریست در اصلش هم جمهوری اسلامی چی کارت بکنن؟ هیچ جای دنیا هم چه قانونی نیست. شما نمیتونید تو فرانسه برید دولت ایران شکایت کنید. اینجا میتونید. این راه رو باز کرده به عنوان قربانی تروریست. خب چی نمی کنم من؟ یعنی هر بار از اون داستان البنود علوی تا کنون نگاه کنم میبینم که چقدر این هموطنان ما در اینجا در این آمریکا با این همه موفقیتی که دارن واقعا جامعه موفقی هست، ولی انگار نه انگار. این خیلی قابل تأسفه. با کمال تأسف برگردم به شما آقای دکتر شجاعی عزیز. دانشگاه شیکاگو از سال 1930 میلادی میزبان یک سری لوح هست که دستور پرداخت دیون، حقوق و کارکرد و نحوه محاسبات کارگران است که روزی روزگاری در ساخت بنای سلطنتی تخت جمشید مشارکت داشتند. این الواح گلی که به الواح تخت جمشید هم مشهور هست سالهاست در دانشگاه شیکاگو. حالا 5 امریکایی که در حادثه یه حمله تروریستی حماس در سال 1997 به در خاک اسرائیل آسیب دیدن و مجروح شدن به یک شکایت 71 میلیون دلاری خواهان توقیف این الواح گلی شدن. آقای دایی من نشاری کرد که احتمال مصادره این اموال عتیقه یا به عبارتی باستانی یا تاریخی ممکنه وجود نداشته باشه. از شما بیشتر بشنویم داستان در چه قرار هست؟ آیا امکانش هست؟ خود شما به عنوان یک استاد دانشگاه، رئیس دانشگاه تا چه اندازه این مراودات دانشگاهی رو می‌بینید که میتونه مسئول از فعالیت‌های سیاسی باشه؟ تا چه اندازه تحت تاثیر روابط حکومت است؟ ببینید، از نظر فعالیت‌های علمی و دانشگاهی وقتی دانشگاه مسئولیتی رو میپذیره که یک سند، مدرک یا هر چیزی رو برای انجام آزمایش‌های علمی یا تحقیقات علمی به اصطلاح به طور موقت به خدمت بگیره و مسئولیت قبول می‌کنه که بازگردونه، به اعتقاد من بسیار مشکله که این جنبه تجاری و پولی و مالی پیدا بکنه و بخواهند که از نظر سیاسی روی این تأثیر بگذارن. به این دلیل که اولا این آخرین باری نیست که یک دانشگاه، یک مرکز علمی به یک جای دیگری از جهان میخواد بره و یک چیز تاریخی رو بیاره و در موردش تحقیق بکنه، کنکاش بکنه و بتونه به هر حال جنبه علمیش بپردازه. بنابراین از این بابت به اعتقاد من حتی قانون، هر دادگاهی، هر قانونگذاری هم خیلی دست با احتیاط دست به عمل خواهد زد. اما از یه جنبه دیگه به این مسئله نگاه کنیم، در موزه لوبر فرانسه شما تشریف ببرید، خیلی از آثار باستانی ایران اونجا میبینید. شما شرایط امروز ایران رو در نظر بگیرید، این هرج و مرج، این غارتگری ها و این دزدی ها و این چپاول ها، اگر این آثار تاریخی، اگر این اسناد تاریخی، اگر این شواهد تاریخی در مراکز علمی بزرگ دنیا باشه، به اعتقاد من این به نفع منافع ملی مردم ایرانه، برای اینکه اونها قدر میدونن، اونها اینو حفظ میکنن، اونها روش کار تحقیقاتی و علمی انجام میدن. در ایران یا بچه آخوندی، خاطرتون هست؟ شما البته شاید بچه بودید، کوچیک بودید، ولی من خاطرم هست زمانی که همین آخوندا تازه سر کار اومده بودن، اون پسر منتظری بهش میگفتن، نمیدونم یادم رفته، رینگو، این پسرک چندین هواپیما رو همه عتیقه های ایرانی جمع کرده بود، شد تو هواپیما برده بود لیبی برای قذافی و بعد برده بودن مصر، در اونجا فروخته بودن. این هر چیزی که در دنیای سالم و طبیعی و علمی خارج از ید جمهوری اسلامی و آخوندها قرار داشته باشه، به اعتقاد من هم به نفع مردم ایرانه، هم به نفع بشریته. حالا کسی هم بیاد اینا رو مثلا بخره کامرشال به طور تجاری و بعد پول فراوانی پرداخت بکنه که بعد باشون چی کار بکنه؟ بعد یا ببره در یه موزهی بذاره، یه جایی بذاره، در خونه شخصیش بذاره، هر جا که بره امن‌تر از این است که به دست جمهوری اسلامی بیفته. بسیارم ممنونم آقای دایی. حالا وسط همین اتفاقات ما در همین هفته شاهد تصویب بخشی از فرمان آقای ترامپ هم برای جلوگیری از ورود برخی شهروندان ایرانی هستیم.
خیلی ها این انتقاد رو وارد میکنن که پس از این بگیر و ببند ها و این حاشیه سازی ها عملا اون کار کردی که بعد فرمان آقای ترامپ در جلوگیری از ورود نیروهای وابسته به رژیم تهران به امریکا میکرد، کارکردش از دست داده. اونها که باید میامدند آمدند، اونها که باید سامان میدادند به برنامه های خودشون هم سامان دادند. فکر میکنید واقعا این دستور در خصوص ایرانی ها کارکردی رو که دولت آمریکا دنبالش هست خواهد داشت یا نه فقط یک شعافه؟ من فکر نمی کنم. من شخصا اعتقاد ندارم که دستور اجرایی آقای ترامپ در بسیار اهداف سیاسی داشتش به اعتقاد من، و در بخصوص در رابطه با ایران. مثلا تو همین الان قانونی که مثلا الان دستور اجرایی مثلا به پدر بزرگ و مادر بزرگ ویزا نمیدن، به پدر و مادر و خواهر و برادر اینا میدن، مثلا به شوهر خواهر نمیدن. اصلا یعنی یه چیزش واقعا بی‌معنیه. اون چیزی که مهمه اینه که باید ببینیم چجوری جمهوری اسلامی در اینجا شبکه داشته. الان همین یک ماه دیگه، حدودا یه ماه خورده دیگه، یه کنگره هست، کنگره مسلمانان برگزار میکنه جمهوری اسلامی، با پیام ویدیویی آیت الله جوادی عاملی از قم شروع میشه. تمام اون سخنران هم کسانی که مرتب میرن ایران رو میان، چند تاشون که آخونده قم هم میان اینجا، علی اکبر بدیعی، نه کوب الراسکو، نه حمزه بین، میان اینجا سخنرانی میکنن. خب اینا چی جوجیه؟ من نمیدونم چه اینا رو جلوشو بگیریم. بعدا فقط به ویزانی ممکنه تو گرین کارت داره، اینا رو باید جلوشو بگیریم. مثلا در زمان آقای اوباما و حتی قبلش کمی شروع شد این اکسچنج، خیلی به جمهوری اسلامی تونست از این طریق آدم بفرسته، آدمای خودش رو بفرسته. کلی تو وزارت خارجه آمریکا الان ده ها بخش از وزارت خارجه آمریکا دارن بودجه میدن به این گروه هایی که درست کردن، همه اصلاح طلبایی که پشتن اومدن اینجا. شما از کجا، مثلا خانم حقیقت جو از کی بودجه میگیره؟ برن ببینن بالاخره این بنیادایی که اینا زدن، این پولایی که میگیرن کیاست؟ اینجوری باید شبکه جمهوری اسلامی رو باش مبارزه بکنن. اگر نه با مسئله ویزا به پدر بزرگ و مادر بزرگ ویزا ندین، یا دانشجوها رو ویزا بدین یا ندین، من فکر نمی کنم تأثیر داشته باشه واقعش. و این برخورد جمهوری الان حسین موسوی هم آقا بین خنددارتر از این میشه؟ آقا خنددارتر میشه؟ پریشب این آقا کنفرانس داشتهش توی کارولاینا، توی جلسه سخنرانی کرد. حالا جالبی که مادریتور برنامه، یعنی اون خانومی که مجری به اصطلاح ایشون، خانم کینوش، بنفشه کینوش، ایشون هیئت مدیره و کارمند نایاب بوده، مترجم احمدی نژاد و همه اینا بوده. اینش خیلی بامزه است. این آقای موسویان الان رو وبسایت خودش، وبسایت انگلیسیش، ببینید دقیقا اینو من دارم میگم، که وقتی شما پدر مادرتون و مادر بزرگ ویزا نمیدین، حضرت آقا اینجاست تو دانشگاه پرینستون، بنیادهای آمریکایی دارن خرجشون رو میدن، برایش کتاب چاپ میکنن، برای سخنرانی میذارن، همش هم تبلیغ جمهوری اسلامی. چند وقت پیش یکی از این روزنامه‌های دست راستی که گیر میدن به هم دیگه تو این دعوای داخلی، یه چیزی علیه موسویان گفته بود. وکیل موسویان در ایران یه بیانیه داد که خودش زده تو سایتش که آقا تمام کارهای ایشون در آمریکا به نفع جمهوری اسلامی. بعد جواد ظریف هم یه مصاحبه داشت تقریبا یه سال پیش فکر کنم با اون، این کیه دهباشی، کیه این که مصاحبه میکنه، ازش سوال کرد که آقا نظرتون راجع به موسویان چیه؟ گفت نه، موسویان با ما در ارتباطه، داره برای ما کار میکنه. خب حالا من میخوام اینو ببینم، یه آقایی که خودش میگه که من برای جمهوری اسلامی کار میکنم، ظریف هم میگه به نظر من متهم تروریستی هم هست، پشت اومده اینجا با بودجه آمریکایی‌ها داره اینجا کار میکنه برای جمهوری اسلامی، اینو نمیرید جلوش میگیرید، میرید یقه پدر بزرگ مادر بزرگ میگیرید. میخوام بگم اشکال در اینجاست. من سال 2007 یادمه یه مقاله نوشتم که آقا چرا این ملکی، یه آقایی بود عباس ملکی، معاون وزارت خارجه بود، 18 سال معاون وزارت خارجه بود، پشتون رفت تو MIT هاروارد بورسیه گرفته بود اونجا. من نوشتم آقا چجوری آخه اینو به این کی ویزا میده آخه؟ تا سال 2013 اینجا بود، تا سال 2013 بابا از نه یکی دوتا که نیستن که پرن پرن میان. شما آقای آقا زمانی عزیز، وقتی یک از فامیلاتون یا هر کسی، خود شما یه فرم پر میکنید میخواید اقامت بگیرید، میخواید ویزا بگیرید، درست؟ درست. میپرسن شما در گذشته با یک گروه تروریستی بودی یا نه، در کدام خلافی کردی یا نه،
درست؟ مگر نمیدن به شما ویزا؟ گرین کارت که هیچی، سیتیزنی که ابدا. من با شما سوال بکنم، از این آقایون اصلاح طلبی که الان در نیویورک کنن فلان جا فلان هستن و جایزه میگیرن و فعالیت میکنن، هیچ کدوم اینا عضو سپاه پاسداران نبودن؟ در قتل و کشتار آدم دزدی دست نداشتن؟ تو شکنجه نبودن؟ من میتونم 100 تاشون رو همین امشب اسم ببرم. میخوام بگم اینجاست اشکال کار، اینجاست. اگر نه به پدر بزرگ و مادر بزرگ و ویزا نایدن به اونا، به نظر من ربطی نداره. بی نهایت ممنونم آقای دایی عزیزم، ولی به نکته بسیار مهم اشاره کردید. بذارید همین نکته از آقای دکتر شجاعی بپرسم. آقای شجاعی، رهبران تهران و خصوصا مقامات جمهوری اسلامی خیلی دلخوشی از دانشگاه ندارند. در ایران تا تونستن دانشگاه بستند یا اسلامیش کردند یا اساتید رو روندند یا به هر ترتیبی با دانشگاه و دانشجو و فعالیت دانشگاهی مشکل داشتن، دارند و بعد از این هم قطعا خواهند داشت. پس چه میشه وقتی همین آقایون میان به امریکا، خصوصا وقتی میان همشهری شما میشن در نیویورک یا در ایالت‌های ساحل شرقی آمریکا ساکن میشن، بلافاصله کرسی دانشگاهی میگیرن، عضو دانشگاه میشن، هیئت علمی میرن؟ چه اتفاقی واسه این آقایون میفته که آب و هوای شرق آمریکا اینا رو دانشجو و دانشگاهی میکنه؟ صداتون رو ندارم آقای دکتر، عذرخواهی میکنم. بله جناب آقا زمانی، باید اینا رو خیلی با دقت یک به یک بررسی کرد. تبلیغات زیاده، مثلا میگن فلان کس در دانشگاه پرینستون نمیدونم کرسی گرفته. در بسیاری از دانشگاه های آمریکا یه مؤسساتی رو ایجاد میکنن، مثلا به نام اینستیتیوت. من الان در همین دانشگاه خودم دو تا از این اینستیتیوت ها رو دارم که اینها بنیه مالیشون رو یه بنیاد یه چیزی تامین میکنه و بعد یک افرادی رو هم به طور گذرا از این در بیان از اون در برن بیرون میارید برای یه سال دو سال شش ماه. اینها استاد دانشگاه نیستن، میان به هر حال اونجا میپلکن و کارایی میکنن. و حتی بدتر از اون، در مثلا دانشگاه کلمبیا یا در دانشگاه یو سی ال ای یا جای دیگه، دانشگاه هاروارد، شما میتونید برید مراجعه بکنید. در دانشگاه ما هم همینطور یک مرکزی دارن که بهش میگن ایونت پلنینگ. میتونید مثلا بگید من $500 میدم، دو تا اتاق و کنفرانس روم و اینا رو میخوام برای دو روز از شما اجاره کنم. بعد در اونجا هر جلسه ای بگذارید، اسمش هم بذارید عنوان دانشگاهی و بعدم کنفرانس بگذارید و بعدم اعلام بکنید که در کنفرانسی که در دانشگاه هاروارد تشکیل شد یا در دانشگاه کلمبیا تشکیل شد، مثلا آقای منوچهر محمدی یا آقای دکتر سیامک شجاعی آمدن سخنرانی کردن. اینها کارهای تجاری است. اما از اینها که بگذریم، مسئله ای که آقای دایی هم بهش اشاره فرمودن، ببینید از همون روز نخستی که خمینی بر اون هواپیمای ایرفرانس سوار شد و به ایران رفت، در همون هواپیما کارگزاران خارجی امریکایی، اروپایی، فرانسوی بودن، وجود داشتن بغل دست خمینی و بغل گوش خمینی و این کارگزاران تا امروز هم هستن. جمهوری اسلامی از کسی مثل من و آقای دایی نمیتونه استفاده بکنه، امریکا هم از کسی مثل من و آقای دایی نمیتونه استفاده کنه، ولی از یه آدمی مثل آقای مثلا هوشنگ امیراحمدی خیلی راحت میتونه استفاده بکنه. آقای موسویان این کارگزار خارجی هاست، ایشون سالها بوده که در اونجا مسئولیت و مأموریت کارگزاری داشته، حتی دست به هر جنایتی هم زده باشه احتمالاً یا نزده باشه، جزوی از اینا بوده. الان هم داره یه نقش و سمت کارگزاری دیگری رو بازی میکنه، ایفا میکنه. برای همین هم هست که کار یکی از کارگزاران اصلیشون آقای جواد ظریف، کارگزار آمریکایی است، در این شکی نیست، یا روحانی کارگزار انگلیس ها، اینا ازش حمایت میکنن، اینا حفظش میکنن، اینا میگن نه آقا این آقا مثلا به نفع ما کار میکنه در داخل کشور. و اینها در حقیقت نوعی دو دوزه بازی میکنن، اینها هم این طرفو دارن هم اون طرفو دارن. حالا موسویان ممکنه دیگه در راحتی نتونه بره ایران رو برگرده. اینا کسی رو میخوان آقای آقا زمانی که به راحتی بتونه مسافرت بکنه به ایران، بره بیاد با این نهاد، با اون ارگان، با این در جریان باشه، در جلسه باشه، مثل مثلا خانواده نمازی ها، و بعد در یک مرحله ای در یک جایی هم به هر حال گند کار در میاد، مهرهای سوخته شده مستعمل میشن، گیر میافتن، بیرونشون میکنن، یه مهره جدید، چهره جدید رو میارن. اینه که به همین دلیل هم هست من آقای دایی که مثلا اعتراض میکنن میگن چرا اینها نمیرن سراغ گریبان اینها رو بگیرن، به همین دلیله. برای که اینا مامور خود اینان، اینا ماموران دو دوزه و مستعمر و همینطور به اصطلاح
عامل دو دوزه هر دو گروه هر برابر این امکان فعالیت بهشون داده میشه که بتونن یه پاشون ایران باشه یه پاشون اینجا و ببینیم که این دلال بازی ها برای منافع خارجی چه کاری میتونه انجام بده. ممنونم، اشاره کردید به آقای نمازی. آنتونیو کنترش دبیر کل سازمان ملل هم اخیراً نامه‌ای به حسن روحانی نوشت آقای دایی خواستار آزادی آقای باقر نمازی شد. چرا این نامه نوشته شده؟ اساساً چرا این نامه فقط در مورد این فرد به نگارش در آمده و چرا دیگر زندانیان یا حتی پسر او سیامک رو مورد توجه قرار نداده همین نامه؟ آقای محمد باقر نمازی ایشون استاندار خوزستان بود در زمان انقلاب، قبل از انقلاب و در زمان اون آتش سوزی به اصطلاح سینما رکس هم ایشون استاندار خوزستان بود. بعد از انقلاب در حالی که تمام مسئولین حکومتی فرار کردن ایشون مون کارش هم نداشتن، 3-4 سال هم بود. بعد ایشون رفت تو یونیسف و تو بخش‌های مختلف سازمان ملل کار میکرد تا اینکه در زمان رفسنجانی، آخرای رفسنجانی ایشون برگشت ایران با در همکاری با به اصطلاح دولت و وزارت کشور اومدن یه چیزی درست کردن به نام همیاران، مثل سازمان همیاران قدا مخففش بود قدا که نمیدونم حالا یادم نیست چی بود، ولی به صورت سازمان همیاران که مثلا نظارت بکنن به کار سازمان های غیر دولتی در زمان خاتمی هم فعال بود و اینها. یکی از وظایف همیاران هم ارتباط، یعنی پلی بود بین دولت و وزارت خارجه با ایرانی های خارج کشور که در همین ارتباط هم با نایاک همکاری میکردن و کمک کرد، اتفاقا به راه اندازی نایاک هم همین آقای باقر نمازی کمک کرد. این همکارای سابقه ایشون دست به دامن سازمان ملل و همکاراشون در سازمان ملل شدن که آقای همکار سازمان ملل بوده، بنابراین شما بیان درخواست آزادی اینو بکنید. خب ربطی به سیامک پسر ایشون هم نداره، البته منم آرزو میکنم هر چی سریعتر ایشونو آزادش کنن. 81 سالشه، حالا هر خدمتی هم به جمهوری اسلامی کرده دیگه، آدم 81 ساله الان گرفتنش تو باندبازی های خود ایناست، مثل پسر هاشمی که گرفتن. پسر هاشمی، دستگیری پسر هاشمی دلیل بر خوب بودن پسرش که نیستش که. این سیامک رو گروگان گرفت، ایشون رو گروگان گرفتن برای سیامک. حالا سیامک هم به دلایل مختلفی گرفتن، یکیش به نظر من بی ارتباط با مسئله پرونده ده میلیاردی بعضیا میگن 10 میلیاردی پرونده کرسنت نیست، به خاطر اینکه پرونده مهمیه این پرونده کرسنت، یعنی تمام مسائل سیاسی که چرا سیامک رو گرفتن سر جاشه، مسائل سیاسی تو دعواهای داخلی رابطه با آمریکا همینو درسته، ولی مدیر کرسنت بوده سیامک نمازی و یادمون نره اینا به خاطر پرونده کرسنت اون یزدان پناه که تو دبی بود و دزدیدن و کشتنش، یکی از شاهدا بود. مسئله خیلی جدیه چون اینا بعد خسارت سنگینی به شرکت کرسن بدن، قرارداد بستن سال 82 اجرا نکردن، رشوه سنگینی هم داده بودن و به اصطلاح دولت جمهوری اسلامی این دعوایی که داره رو نمیخواد این پول بده، پول سنگینیه، باید یا باید گاز مجانی بده برای سالیان سال از گازی که الان پارس جنوبی بده به شرکت کرسن، یا باید سنگین دادگاه به نفع کرسن، دادگاه بین‌المللی به نفع کرسن رای داده. بنابراین خلاصه که بکنم پدر رو به اعتقاد من گروگان گرفتن برای پسر، دلایل سیاسی و دیپلماتیک هم اینا داره. پرونده کرسن هم سالمان منم به دلیل اینکه ایشون قبلا کار کرده خب دخالت کرده. بی نهایت سپاسگزارم، صحبت از خوزستان شد. شاید مطلع باشید خوزستانگر در این خطه گرمخیز کشورمون، البته زرخیز زندگی میکنید. ساعتی پیشتر یعنی عصر پنجشنبه به وقت محلی در شهر اهواز با 54 درجه سانتیگراد بیش از 128 درجه فارنهایت گرمترین شهر جهان شناخته شد در روز گذشته که متاسفانه رکورد بسیار خطرناکی است. هشدارهای جدی در مورد مسائل ایمنی در خصوص
سالمندان هم صادر شده. خوشبختانه هوا امروز اندکی در اهواز خنک‌تر خواهد بود، زیر 50 درجه خواهد بود، ولی این موج گرما تازه اولشه، اول تابستان هستیم و اگر دقت کرده باشید و برنامه‌های ما رو دنبال کنید، ساعتی پیشتر مصاحبه بسیار مفصلی در خصوص همین موج ناخوشایند زودرس گرما در ایران و در دیگر نقاط جهان با سام خسروی فرد داشتم که امیدوارم از مطالب مطرح شده در این مصاحبه حتما استفاده کنید. آقای دکتر شجاعی، در نیویورک برگردیم به شما، همچنان در همین بحث مصادره ها هستیم و اتفاقاتی که داره میفته و این شرایطی که هست، با همه این حرفا ادبیات قهری جمهوری اسلامی دست کم نسبت به اسرائیلی ها این روزها بیشتر شده. مکمستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم مشخصا اعلام کرده که 80% نیروهای حامی آقای اسد در سوریه رو ایرانی ها تشکیل میدن و ختم قائله به جز برخورد با اونها راه دیگری نداره. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا واقعا منطقه در آستانه یک بحران نظامی است که به هر حال اینها موج حضورشون رو در مرز اسرائیل دارن پررنگتر میکنن، از این سمت هم دنیا به اونها عملا با انگشت تحکم در حال صحبت کردنه؟ ببینید، صحنه نظامی و جنگ و اینها که تازگی نداره، الان سال هاست، از همون سال 2011 که اسد به روی مردمش آتش گشود، جمهوری اسلامی در کنارش بوده، جنگ وجود داشته در عراق، قبل از اون جمهوری اسلامی در جنگ بوده و به هر صورت این چیز تازه‌ای نیست. این آتش و این آشوب و این جنگ و این بازوی فاشیستی رژیم سالیان درازه که در منطقه مشغول شیطنته، مشغول فعالیت و دودش هم مستقیماً به چشم مردم ایران میره. رژیم معتقد، امیدواره که از طریق همین برخوردهای نظامی در خارج از کشور و حتی در داخل کشور میتونه که به بقای خودش ادامه بده و یک حالت بحران سیاسی و اقتصادی و نظامی و اینا به وجود بیاره که این بحران و مشغله نظامی و درگیری‌های سیاسی خارج از کشور با شیطان بزرگ و کوچک و اسرائیل و غیره بحران‌های اقتصادی رو روش سرپوش بگذاره. بنابراین رژیم تشویق میکنه تا اونجایی که بتونه و هر کجا هم که لازم باشه احساس کنه که موجودیتش به خطر افتاده، جام زهر رو مینوشه و خم میشه و دلا میشه. منتها اون چه که به نفع مردم ایران به اعتقاد من این روزها کار میکنه این است که مورد استفاده جمهوری اسلامی دیگه تقریبا تموم شده. اون کمربند سبز دیگه معنا و مفهومی در منطقه نداره. اون کمربند سبز امروز تبدیل به تروریستایی شدن که گریبان اروپایی ها و آمریکایی ها هم در مناطق مختلف دنیا دارن میگیرن و از طرف دیگر هم اصولا خطر عمده‌ای وجود نداره. اسرائیل هم دیگه براش کاملا واضح شده که تمام ارتش های عرب و اعراب و غیره هم که جمع بشن کوچکترین تهدیدی برای اسرائیل نیستن. اما این مترسک جمهوری اسلامی رو در این حال مثل یک مار زخمی، یک گرگ زخمی به خاک افتاده‌ای که هر چند وقت یک باری یه چنگی میزنه، یه دندانی نشون میده، به بازی میگیرن تا اون زمانی که معتقد بشن و مطمئن بشن که مردم ایران عزم کردن، اراده کردن که از شر این جریانات راحت بشن. درست. و تا اون لحظه به این بازی ادامه میدن. نخیر، جنگ و اینجور مسائل و خطر و اینا سالها، 38 ساله که مردم ایران در همین شرایط زندگی کردن. پول نفت هم فقط یه موقعی زیادتر شده، موقعی کمتر شده، چهار تا قصر و برج و غیره هم ساختن، یه عده‌ای هم پولهای کلان رو با خودشون خارج آوردن. اما توده های عظیم مردم ایران الان سالهاست که تحت سایه جنگ و بدبختی و درگیری با دنیای خارج دارن زندگی میکنن. بی نهایت ممنونم. آقای دایی عزیزم، در سوریه به هر حال رژیم ایران درگیر یک جنگ هست. برخی ها اون رو درگیری مستقیم به ایالات متحده آمریکا تلقی میکنن و میگن این جنگ در سوریه وارد یک مرحله جدیدی شده. آیا ممکنه این سفارایی های جدید در مرزهای جنوبی لبنان و در منطقه گلان، جولان، معنا و مفهومش همین صفکشی های جدیدی باشه که شما هم دفعه قبل به منطقه تفت اشاره کردید در مرز شرقی عراق، سوریه و مرز غربی عراق؟ آیا اینها به هم ارتباط معینی دارن؟ ببینید، جمهوری اسلامی یه الگو داره در رفتارش در منطقه. هر جایی که دستش باز ببینه تا اونجایی که بتونه میره جلو، دخالت میکنه. و
دومش هم اینه که میدونه که آمریکا دستبستگیاش چیه. بالاخره ببینین آمریکا وقتی که دخالت نظامی میکنه باید به مردمش حساب پس بده. مشکل بودجه داره، افکار عمومی داره، کشته اگه بده باید افکار عمومی رو چی بگه. همه اینا مشکلات میدونه که آمریکا دست جمهوری اسلامی میدونه دست آمریکا بسته است. توضیحی که من دادم هفته پیش این بود که در مهمترین دعوایی که الان داره اتفاق میفته، یکی آینده عراق بعد از داعش و نقش هشت الشعبی که میخواد جمهوری اسلامی هشت الشعبی رو الان قوی تر در ارتش عراق این میلیشای شیعه اونجا نگه داره، یه چیزی مثل حزب الله و قوی تر از حزب الله لبنان در عراق. در سوریه هم واقعش اینه که دولت بشار اسد کاری نیستن. اگه این میلیشیاهای وابسته به سپاه قدس نباشن که یک ثانیه اون نمیتونه حکومت کنه. که میخوان این منطقه بادیه و شرق سوریه هم مرز با عراق رو جمهوری اسلامی کنترل بکنه، منطقه دیر الزور. اینا در دو جهت که گفتم هفته پیش این بود که پیچیدن جلوی نیروهای آمریکا، یکی در قسمت پایین و جنوب در مرز تنف که نذارن نیروهای آمریکا برن به اون منطقه بادیه رو بگیرن، یکی هم جلوی کردا پیچیدن، یه درگیری‌هایی هم شد. یعنی در واقع چی به آمریکا گفتن؟ اگه می‌خوای بری اون طرف بیا، باید با ما بیا درگیر بشی، بیا با ما جنگ کن. اون 50 تا مقاله هفته پیش در اومد که آخ ما نباید جنگ کنیم جمهوری اسلامی. به صورت جمهوری اسلامی این الگوشه دیگه، گذاشت آمریکا در مقابل این که میخواد بیا با ما در بجنگ، پیچید جلوی نیروهاش، پیچیدن در دو منطقه جلوی نیروهای وابسته به آمریکا یا متحد آمریکا. اتفاقی که افتاد این بود که آمریکا اعلام کرد که آقا ما اصلا اهل دعوا نیستیم، منطقه دیر الزور و مرز رو اینا رو هم اگه میخواد بگیره اسد و بسیار نیروهای ایران ما هیچ مشکلی نداریم. یه باعث خیلی تعجب شد. البته خیلی به اصطلاح شرایط متحول، اتفاقات جدید میفته. همین نیم ساعت پیش دیدم که دو تا گزارش اومد که نیروهای آمریکا، یعنی آمریکا داره با هلیکوپتر مخالفین رو از روی نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی عبور میده میبره به اون منطقه بادیه. این هم اتفاق جدیده، خیلی متحوله. اشکالش اینه که آقای ترامپ، دولت آقای ترامپ واقعش توش هرج و مرجه. یعنی وزارت خارجه، ببینید سه تا بهترین مدیرانی که داره دولت آقای ترامپ، وزیر خارجه و وزیر دفاع و آقای مکمستر رئیس شورای امنیت ملی. این هماهنگی که در دولت وجود نداره، اینی که سیاست منسجمی آقای ترامپ نداره در سیاست خارجی، همه اینا دست جنرال ماتیس رو و وزیر خارجه رو بسته. و اگه این ادامه پیدا بکنه، اینا در سوریه هیچ کاری نمیتونن بکنن. ما اهل درگیری ها نیستیم، ولی واقعش اینه که آینده منطقه داره در اونجا رقم زده میشه برای چند سال لااقل. حالا اینکه جمهوری اسلامی داره بیشتر میره در باطلاق داستان دیگری است، ولی دانشه که با آمریکا مربوط میشه، آمریکا تردید داره از برخورد و استراتژی مشخصی هم واقعا همه میگن که نداره متاسفانه، ولی بر رصد که همه جور متحوله، شرایط متحوله. درسته. بسیار ممنونم آقای دکتر شجاعی عزیزم. آیا شما موافقین که این استراتژی منسجم در قبال دستاندازی رژیم ایران وجود نداره؟ یعنی این دولت آقای ترامپ هنوز نتونسته سیاست خارجی منسجمی رو ارائه کنه؟ ببینید، ترامپ سعی میکنه که غیر قابل پیشبینی عمل بکنه. در حقیقت اصلا تمام روندش اینه و تصور میکنه که با غیر قابل پیشبینی بودن بعضی جا میتونه بلوف بزنه و بعضی جا ممکنه واقعا یه عملی رو انجام بده. ولی اونچه که مسلمه، اونچه که در خاورمیانه امروز میگذره به ضرر ایالات متحده آمریکا نیست، اون به ضرر حتی اسرائیل هم نیست. فقط اون زمانی که همطور آقای دایی فرمودن اینا بخوان نزدیک بشن در بلندی های گولان یا جولان، اونجا بخوان کمی نزدیکتر بشن، نمیدونم مسلح بکنن کسی رو، حزب الله را بیندازن، اونجا یه گوشمالی حسابی به جمهوری اسلامی میدن. اما در مجموع الان بهترین بزرگترین قراردادهای نظامی رو با عربستان بستن، با همین مترسک جمهوری اسلامی. تمام هزینه های نظامی امریکا، پایگاهاش در خاورمیانه تقریبا داره از طریق همین کشورهای عربی تامین میشه، حالا قطر باشه یا عربستان باشه یا کویت باشه. و در این حال به اعتقاد من سیاست کلی نظامی امریکا در خاورمیانه
الان دیگه مبنای ضد کمونیست و ضد دست چپی ها و اینها نیست، بلکه یک مسلم بدونه که امنیت اسرائیل به هیچ وجه مورد تعرض و مخاطره قرار نمیگیره. دوم، تمام اینها یک دو به اصطلاح تجهیز شدن برای این است که اون سوی آسیا، چین و حتی روسیه و اون سوی آسیا رو اینها در خاورمیانه پایگاه‌های نظامی مستحکمی داشته باشن. میدونید که در اون دریای جنوبی چین منابع نفت و گازی است که بیش از منابع نفت و گاز خاورمیانه است. چین داره اونجا دست میاندازه، سعی میکنه جزایر مصنوعی بسازه، نمیدونم مرز خودش رو از نظر قوانین بین‌المللی با این جزایر مصنوعی جلوتر بیاره. ویتنام و کشورهای دیگه هم باهاش درگیرن و به هر صورت ایالات متحده آمریکا به اعتقاد من الان تمام جهتگیریش به سوی این است که در یک دورنمای دورتری، درازتری، اگر لازم باشه بتونه از طریق خلیج فارس و از طریق اون منطقه یک سد بزرگی در مقابل چین و کشورهای آسیایی، نیروهای آسیایی، حتی هندوستان به وجود بیاره. و اصولا متاسفانه کشوری مثل عراق، مثل ترکیه حتی و جمهوری اسلامی با بازیچه دست این سیاست‌ها و قدرت‌های بزرگ شدیم و متاسفانه ابله‌ترین انسان‌ها رو هم بر ایران، بر مردم ایران مسلط کردن، آخوندها، که به سادگی برای اینکه این قدرت آخوندی خودشون رو بر ایران حفظ بکنن بازیچه میشن و حالیشون نیست، ابلهن، ابله کامل، ولی دودش به شکل مردم ایران میره. بی نهایت ممنونم آقای دایی. خیلی فرصت کوتاهی داریم، دو دقیقه تا پایان برنامه، اگر بخوایم یک اشاره هم داشته باشیم به این دعوای عربستان و قطر و حضور وزرای خارجه هر دو کشور در واشنگتن که گویی بی نتیجه هم بود متاسفانه. راستش نمیدونم، این هم از اون مسائلی که متحول آمریکا نفعی در این دعوا نداره، میخواد حلش بکنه. عربستان مشکل داره به خاطر روابطی که قطر با اخوان المسلمین داره، روابطی که با جمهوری اسلامی داره، اختلافات بسیار زیادشه. ولی من یه نگاهی به امشب برنامه امشب، اولا خیلی ممنون از آقای دکتر شجاعی، در خدمتشون بودیم، استفاده کردیم. من یه نگاهی بکنم، ببینید بنیاد علوی که صحبت کردیم که پول ملت ایران آوردن خرج مدارس و مساجد اسلامی بیشترش غیر ایرانی کردن، به خاطر کارهای تروریستی چند میلیون دلار پولای ملت ایران به باد دادن. صحبت از منطقه‌ای که میکنید، بیشتر از اونها میلیاردها دلار در سال خرج میکنن میلیشیاهای مختلف از حزب الله لبنان، فاطمین افغانی، زینبیون، هم حرکت النجبا در سراسر منطقه. چوبشو همه اینها که ما گفتیم، بنیاد علوی فلان، یعنی سرمایه های مملکت میگیرن برای چیزای خرج میکنن که یک ذره در خدمت مردم ایران نیست. یک و دوم، تمام این کارهایی که میکنن، فکر میکنن شبکه اسلامی در آمریکا دارن، فکر میکنن منطقه رو دارن میخورن با کمک میلیشیاها، مثلا ادعای خلافت دارن، چوبش رو مردم ایران میخورن، مجازات میشه جمهوری اسلامی هرچی بیشتر، و فکر میکنه داره دنیا رو میگیره به قول خودش. من روز قدس رو انداختم از آمریکای لاتین مثلا تا خاورمیانه، این افتخار میکنه. تمام اینا دیدیم سر چه 2 میلیارد دلار، چه بنیاد عربی، چه منطقه که داره خرج میکنه، هم چوبش اونا میخورن، هم چوبش مردم ایران میخورن، هیچ ربطی هم به منافع مردم ایران نداره و ماهیت جمهوری اسلامی نشون میده. بی نهایت سپاسگزارم آقای دایی عزیزم در کانتیکت و جناب آقای دکتر شجاعی، سیامک شجاعی در نیویورک، هر دو بزرگوار که محبت کردید وقتتون رو در دیرهنگام شب به وقت محلی در شرق آمریکا در اختیار من و هموطنان و بینندگان خوبمون قرار دادید و از شما هم سپاسگزارم. یادآوری میکنم که در این هفته، یعنی همزمان با 7 جولای، روز استقلال ایالات متحده آمریکا، در شهر لس‌آنجلس تندیسی از منشور کوروش برای نخستین بار که وسیله سیسیل بلموند، طراح و آرشیتکت سرشناس اروپایی، ساخته شده، در لس‌آنجلس با نام تندیس آزادی نصب خواهد شد. گفته شده این تندیس به مثابه مجسمه آزادی در نیویورک برای غرب ایالات متحده آمریکا خواهد بود و به همین مناسبت هم مراسم
مراسم بسیار مفصلی از سوی ایرانیان مقیم غرب ایالات متحده آمریکا، خصوصا شهر لس آنجلس، در شهر فرشته ها برپاست. حالا ما ایرانی ها علاوه بر چلو کبابی ها، رستوران ها، مراکز ایران شناسی در برسی از دانشگاه ها، یک مجسمه عظیم الجثه با ارزش و با افتخار داریم که به یک نماد گردشگری در غرب ایالات متحده آمریکا تبدیل خواهد شد و پس از این به همت هزاران هزار ایرانی که با کمک‌های مالی خودشون با ساختن این مجسمه و تندیس رو هموار کردند راهش رو، نام کوروش پادشاه بزرگ ایران زمین و البته یکی از بزرگترین پیام‌آوران مدارا و برابری انسان‌ها در غرب ایالات متحده آمریکا همراه ماست. برای این مناسبت خواهم کوشید تا گزارش ویژه‌ای رو برای شما عزیزان در برنامه‌های هفته آینده فراهم کنم. وقت خوش، خدا نگهدار.